اینجا رو میبینی؟ اینجا باروی شهره، باروی شهر ری بوده، یه چیز بوده به اصطلاح حالت کاروانسرا داشته، چون محل به اصطلاح همش به اصطلاح شد. این چه وضع حرف زدنه، اینقدر بدم میاد مردم میگن به اصطلاح، اما خودم الان شدم به اصطلاح به اصطلاح. هیچی، اینجا به اصطلاح. مردم از جاده بیشم میامدن با خر و گاو و شتر و اسب و قاطر و این حرفا، باراشون با هم محافظه میکردن میرفتن، چون مثلا اگه میخواستن برن داخل شهر بعد کلی مثلا از تو کمربندی میرفتن، اون موقع شتر ها تو کمربندی گیر میکردن. مسیر یه طرفه بود مثل الان که مسیر یه طرف است. بعد ببین شوره ما رو برداشتی، قشنگ رو چیز محلی که به اصطلاح سنتی چی میراثمونه، هریتیجمونه، برداشتی قشنگ هم بزرگراه زدیم هم کشاورزی زدیم. چیز کشاورزیه، یعنی زیر این زمین مثلا ممکنه تو چی میگم عمق مثلا 20 متری چیز باشه، سفال باشه، انواع اقسام چی میگم استخونه اجدادمون باشه، ولی برای مقد بوزم مهم نیست. فقط الان دارم از جرات میشم، دارم اینو میگرم، وقت ندارم برم قشنگ تو. ولی جالب اینجاست که حالا مثلا اون بالاش حصار زدن، این حصارا نبود، اصلا پارک نبود. چند سال پیش من اومدم اینجا، همینجا رو با موتورسیکلت رفتم، اون موقع اصلا نه این پارکه بود، نه حصاری بود، نه هیچ بند وسطی بود. همینجوری میتونستی سرتو مثل گاو بندازی بری چیز. نمیدونم، بذار ببینیم مثلا اینجا راه داره یا نداره. راه نداره. آره اینجا هم کردن یه بزرگراه پرترافیک. زمان قدیم مثلا از یه شتر و گاو و فلان رد میشده، واسه خودش یه چیزی داشته، وچه‌ای داشته، بخشی از جاده ابریشم بوده که از چین لذت بردیم از این دود. آره بسه فقط بریم ببینیم چه خبره، اگه خبری بود. چه بودم هزاران سال پیش اینجا از خودش چیزی بود. anyway الان چی هستش؟ ببینیم اصلا اینجا چی هستش. انباره. توش وازه، توشی کردن مغازه، توشی کردن انبار. بعد اینجا چیز بود، هزاران سال پیش واسه خودش قدمتی داشت. یه دونه چیز بود، یه برد اینجا بود، قبلا برد تاریخی بود، اما اون بردش ازش کندن بردن. بذار ببینم میتونم یه ویدیو اینجا بگیرم. اینجا هم نگهبان داره حوصله درگیری با مردم احمق ندارم. بیا از همینجا بریم، یه مثل گاف همینجا سرمون بندازیم بریم اینجا. آره حصار زدن. این حصارا به خاطر مثلا میراث فرهنگی و این حرفا نیست، به خاطر اینی که توش انبار کردن، میخوام کسی نره جنساشونو بدزده. اینقدر ما خریم واقعا. آمریکا مثلا یه چیزی دارن، تاریخی دارن، مال 20 سال پیش بیشتر نیست، اما همچین نگر میدارن، اونو بهش اهمیت میدن. اصلا تعجب بکنی، حتی کشورهای مثلا بریم مثلا کره جنوبی، کاخایی که ساختن همش مال مثلا کمتر از 100 سال پیش قدمت داره، همون مال ما که هزاران سال قدمت داره. یعنی حساب کن، اینی که داری میبینی، دیوارایی که داری میبینی، مال مثلا 1000 سال پیشه، بیشتر از 1000 سال پیشه. بعد یعنی 1000 سال بارون اومده اینجا، 1000 سال زلزله اومده، 1000 سال انواع اقسام اتفاقا اینجا افتاده. اینجوری نیستش که مثلا مال یه روز باشه یا مال حتی یه فصل باشه، هزاران سال بارون اومده تا این دیوارا شسته شده، از کاگل هم بوده. بعد اون وقت اگه فتوشاپ کار کرده باشی، ادوب فتوشاپ، ادوب یا اداو کلمه عربیه که معنیش همین چیز میمونه، سفال، نه سفال نیست، بس خشتی که ما استفاده میکنیم زمان قدیم، عربا استفاده میکنن، ایرانی ها استفاده میکنن. بعد
عمق این دیوارا به قدری زیاد بوده که با وجود هزاران سال بارون و برف و زلزله و این حرفا هنوزم دیوار وجود داره. اگه ما بخواستیم یه همچین چیزی با همین تکنولوژی امروز اون بسازیم، ظرف 30 سال 40 سال بعد دوباره یکی دیگه خراب بکنیم یکی دیگه میساختیم. اینجا نگاه علشان تمام شد چیز کردم. من چه خبره اصلا این خونه ها چیه؟ این سیم خاردار کشیدن چیه؟ محل چی میگن؟ بازداشتگاه نظامیه. معلوم نیست اصلا مملکت دست کدوم خریه واقعا. اصلا زندگی جوکه. بنکدارا برداشتن اینجا رو گرفتن یه زمانی. الان مثلا اگه یک کشور دیگه بود همینجا رو میکرد یه محل توریستی، بعد مردم از کشورهای دیگه دعوت میکرد میومدن اینجا، بعد به جای اینکه دوربرش بزرگ را بسازه دوربرش مثلا یه مجموعه فرهنگی میساخت. اما خب ما اینقدر آیکیومون بالا هست نسبت به کشورهای دیگه که این کار رو نمی کنیم. فقط علش این دورش مزرعه ساختن. اینا مزرعه هم معلوم نیست اصلا مال کیه. همینجوری روشن زمین رو چیز کردن، حالا فوقش مثلا 4 تا دونه سبزی میکارن اینجا. فکر کنید چند میلیون تومان مثلا درآمد داره اون مزرعه. اگه دولت شعور داشت مثلا میتونست تمام مزرعه ها رو از این مردم بخره، بردار اینجوری مجموعه چیز بکنه، فرهنگی بکنه، بعد این قسمت ها رو بردار مثلا چیز بکنه، تازه خودش یعنی به نفع خود دولت بود، هم نفع دولت، هم نفع مردم محل، هم نفع مردم حتی اون کشاورزه که اینجا بودن. یعنی اینجا مثلا کشاورز فکر میکنی چقدر مثلا درآمد داره، اینجا رو موقوفه میکرد دارنن ورمیداشت چیز میکرد. تازه این طرفش که مثلا شهرداری قصف کرده به اصطلاح چیز کرده تبدیلش کرده به یه پارک بی سلسه ها، هیچ مفهومی نداره این کارا، اصلا با هیچ منطق جور در نمیاد. یعنی اصلا منظورم آمریکایی نیست، اصلا اروپایی هم نیست، حتی با منطق پاکستان و افغانستان. یعنی باز مثلا چی میگن وقتی داعش یه چیزی رو یا طالبان مثلا میراث فرهنگی رو نابود میکردن، دلیل این داشتن که مثلا خلاف احکام اسلامه. اما ما که همچی چیزی نداریم، یعنی دلیلی برای این کار نداریم. بعد نه دلیل اقتصادی داریم، نه دلیل سیاسی داریم، نه دلیل مذهبی داریم. بعد برای چی این دیوونو بازی ها رو میکنیم؟ الان اون برای کوه، اون تمام اون کوهای تاریخی ایرانه. هزاران سال پیش اجداد ما از زرتشت و حتی بعد از دوره های اسلامی اومدن اینجا یه چیزایی ساختن واسه خودشون، اما برای ما اصلا مهم نیست. چه باروی شهر بوده، شهر تاریخی ری بوده، تو اینترنت سرچ کنی هیچی در موردش نیست. بعد کاشفا اکتشافایی که تو این منطقه انجام شده همش مال اوایل قرن 20 اونم کاشفای مثلا فرانسوی بلژیکی بودن. یعنی طرف از بلژیک و فرانسه بلند شده اومده تو خاک و خل 100 سال پیش اینجاها رو برداشته چیز کرده، نقش برداری کرده. بعد 100 سال گذشته ما تازه به این نتیجه رسیدیم که اینجا منفعت چیز داره، پارک باید بزنیم اینجا رو، باید اینجا رو تبدیلش بکنیم مثلا به محل چرند و دریوری. اصلا اونم خورد میشه راجع به این چیزا حرف بزنه. اگر هم حرف بزنیم مثل گوسفند زندگی بکنی که نمیشه که. بنزه کافی گوسفند تو این دنیا هست، نه فقط تو ایران، تمام دنیا میلیاردها گوسفند ما داریم. گوسفند بار میان. الان اونجا نگاه کنید برج چیه اسمش یادم رفته، مال زرتشتیا بوده که میرفتن گوشه خلوت میگرفتن به اصطلاح کیفمنشون بوده. اما بغلش نگاه کن ببین تمام کوه و تپه رو برداشتن تراشیدن خرابی بیشور. بعد نه تنها به اصطلاح بافت محیط رو عوض کردن، محیط زیستی رو عوض کردن، ظاهر محل رو عوض کردن، بعد تمام اونجا مثلا ممکن بود که اگر واقعا چی میگم باستانشناسای ایرانی اینقدر تنبل نبودن به تمرگن سر جفتون میرفتن مثلا این دورور کشف میکردن، شاید مثلا انواع اقسام چیزهای مختلف رو میتونستی پیدا بکنی راجع به این که هزاران سال پیش اینجا چه خبر بوده، چی بوده.